سلام، این برنامه ارتباط نیمکره های مغز با ضمیر ناخودآگاه. نویسنده فرشید پاکزاد. نیمکره چپ مغز منطقی و مرتبط با ضمیر خودآگاهه. از ویژگی های نیمکره چپ مغز میشه به پردازش اطلاعات به صورت منطقی اشاره کرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات یکی دیگه از ویژگی های نیمکره چپ مغزه. وقتی میگیم نیمکره چپ مغز اطلاعات رو تجزیه و تحلیل میکنه، پس میشه گفت نیمکره چپ مغز جزئی نگره. به نظرتون این ویژگی ها با منطق مرتبط نیستن؟ تمام ویژگی هایی که گفتیم از خصوصیات افراد منطقیه. میدونیم که منطق انسان تحت تأثیر ضمیر خودآگاه شکل میگیره. بنابراین ارتباط نیمکره چپ مغز با ضمیر خودآگاه بدیهیه. به افرادی که نیمکره چپ مغز اونا فعالتره اصطلاحاً چپ مغز گفته میشه. افرادی که چپ مغز هستن افرادی منطقی و کمتر تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار میگیرن. در این افراد خودآگاه که شکل دهنده منطقی نسبت به ناخودآگاه مسلط تره. بنابراین افراد چپ مغز بیشتر تحت تأثیر منطق هستن تا احساسات. بیشتر توسط خودآگاهشون کنترل میشن. در صحبت کردن با این افراد بهتر از استدلال استفاده کنیم و نظرمونو به صورت منطقی براشون توضیح بدیم. ارتباط نیمکره راست مغز با ضمیر ناخودآگاه. نیمکره راست مغز بیشتر با الگوها و حالات بیان سر و کله داره. برعکس نیمکره چپ که با ویژگی‌ها سر و کار داره، نیمکره راست با حالت بیان کلمات و احساسی که در کلمات تنیده شده کار داره. یعنی کلمات و جملات رو نیمکره چپ مغز تولید میکنه و احساسی که به مخاطب منتقل میشه توسط نیمکره راست مغز به وجود میاد. در واقع اگه نیمکره راست مغز ما دچار صدمه بشه، لطمه چندانی به قدرت تکلم ما وارد نمیشه، اما صحبت کردنمون بدون حس و حال و بیروح میشه. البته تمام توانایی های زبانی مربوط به نیمکره چپ مغز نیست. نیمکره راست مغز هم توانایی های ذهنی داره، اما این توانایی ها محدود به معانی ساده و دستور زبان بچگانه هستند. از ویژگی های دیگه ی نیمکره راست مغز میشه به این اشاره کرد که تمایلی به استدلال نداره. این ویژگی شما رو یاد خصوصیات ضمیر ناخودآگاه نمیندازه؟ میدونیم که ضمیر ناخودآگاه رو به یک بچه غول بیشعور تشبیه میکنن. چرا بچه غول بیشعور؟ چون مثل یک بچه ساده لوحه، قدرت زیادی داره و توانایی تجزیه و تحلیل نداره. به نظر میاد ویژگی هایی که ضمیر ناخودآگاه داره مربوط به نیمکره راست مغز میشه. در واقع باید گفت افرادی که راست مغز هستن به طور ناخودآگاه، یعنی به صورت غیر انتخابی، استفاده بیشتری از ضمیر ناخودآگاهشون میکنن. به عبارت دیگه میشه گفت ضمیر ناخودآگاه افراد راست مغز بیشتر در دسترس قرار داره. شاید در برنامه‌های دیگه این جمله رو شنیده باشین: زبان ضمیر ناخودآگاه تصاویر، داستان و شعر هست. علت این مسئله اینه که جایگاه ضمیر ناخودآگاه در نیمکره راسته. نیمکره راست مغز ارتباط بهتری با تصاویر و معانی در هم تنیده شده در کلمات برقرار میکنه. به همین دلیله که در صحبت با افراد خیلی اوقات بهتره به جای استدلال از داستان و مثال استفاده کنیم تا اونها رو سریع‌تر قانع کنیم. با شناخت ارتباط نیمکره های مغز با ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه، علت خیلی از رفتارهای خودمون و دیگران رو بهتر درک میکنیم. با بررسی ویژگی های هر کدوم از نیمکره های مغز میتونیم تشخیص بدیم که کدوم یکی از نیمکره های مغز شما فعال تره. وقتی نیمکره فعال تر مغز خودتون رو شناسایی کردین، میتونین متوجه بشین که چقدر تحت تاثیر ضمیر خودآگاه قرار دارید یا چقدر تحت تاثیر ضمیر ناخودآگاه. اطلاع از این موارد حتما تغییرات زیادی رو در زندگی شما، نحوه انجام کار و تعاملی که با دیگران دارید ایجاد میکنه. در صورتی که تمایل داشته باشید ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه خودتون رو تقویت کنید، میتونید تمریناتی که در برنامه‌های قبلی به اون اشاره کردیم رو انجام بدین. امیدوارم با شناخت هرچی بیشتر خودتون، ویژگی‌هاتون و توانایی‌ها و نقاط ضعفی که دارین، هر روز بیشتر و سریع‌تر در مسیر موفقیت و رسیدن به اهدافتون گام بردارین.